به من گفتش که کار مدل انجام میدن، عکاسی میکنن. هرچی عکستون برهنه تر باشه بیشتر برمیاریم. احفالم کردن که برم و اونجا درآمد خیلی خوبی دارم. طمع، پول، شیطان. نه من مشتری اینجوری بهمون بزنه واسه 100,000 تومن 200,000 تومن. همه آتیش از گوره این برم میشه. شخصی که همه ما رو اخفال کرده. اسمم شرز سخنوریم. اسمم شرز سخنوریم. سفر به ظلمت. من شاید یه مدت نتونم ببینم. چی؟ میگم من شاید یه مدت نتونم ببینم. بچی باز چی شده؟ میخوام برم سفر. این سفر کجا بری؟ میخوام برم دبی کار کنم. این دبی به چی کار کنی مثلا؟ شرکت دوست بابا به عنوان مترجم. شرکت دوست بابا به عنوان مترجم. من یه دوستی داشتم توی مشهد، من دانشجو مشهد بودم، در مورد دبی صحبت کرد که اون که درآمدش خیلی خوبه، می برو دبی و قرار شد. من گفتم من تنهایی میترسم، تا حالا نرفتم. قرار شد بیا تهران خونه من که از اونجا با هم بریم. برای من ویزامو گرفت و احفالم کردن که برم و اونجا درآمد خیلی خوبی دارم. این افراد بخشی از زنان و دخترانی هستند که با فعال شدن روحیه طمع‌ورزی در وجودشان توسط شبکه‌ای مخوف راهی غربتی به ظاهر پر زرق و برق می شوند. یک سراب مدرن، زیبا و لاکچری. سفری که نه تنها حاصلی ندارد بلکه حقارت را برای مسافرانش به ارمغان می آورد و سود مالی هنگفت را نصیب شبکه های سازمان یافته می کند. تنها 25 روز برای از دست دادن شخصیت و عزت و لگدمال شدن هویت انسانی در شبکه قاچاق انسان کافی است. از دختری خیلی ساده استفاده می کردم برای هدفهای بزرگشون. یعنی تو موقعی که اونجا وارد میشدی هم سنت خیلی کمتر از اونا بود، هم کمتر از اونا میفهمیدی. تا موقعی که میومدیم بفهمی چی شده تایم تموم شد دیگه برمیگشتی. دلم نمیاد از خدافظی کنم. اصلا شنبه خواستم که بهت بگم که دارم میرم ولی هر کاری کردم نتونستم. نشد. سفر به ظلمت. فریب میدن. بهشون وعده میدن. مثلا میگن به عنوان مدل یا بازیگر تیزرهای تبلیغاتی انتخاب شدی. بعد پاشون که به اونجا رسید یواش یواش توجیهشون میکنن که قضیه فقط این نیست. گفتش که نه اتفاقی برات نمیفته، اونجا 20 روز میری تا 23-24 روز میمونی، کار اونجا باشون کار میکنی، اونجا مدل میشی، هر کاری بهت گفتن انجام بده دیگه. لباس میپوشی، لباسای مختلف عوض میکنی، ازت عکاسی میکنن. شهروز سخنوری معروف به الکس که به گفته خودش از 4 سالگی در خارج از ایران بزرگ شده، با همکاری یک فرد هندی به نام راشد دست به ایجاد شبکه‌ای بین المللی جهت فریب و سودجویی از دختران و زنان می زنند. همه آتیش از گوره این بلند می شه. شخصی که همه ما رو اخفال کرده. اسمم شهروز سخنوریم. بعد از 4 سالگی از ایران رفتم آمریکا. تحصیلاتم هم بزنس، کامپیوتر بزنس در از MIS. شبکه قاچاق بین المللی زنان و دختران شهروز سخنوری معروف به الکس در سال 1395 از طریق دادسرا به ما ارجاع شد. طمع، پول، شیطان. من از طریق یکی از دوستانم رومینا منو معرفی کردم به یه خانومی به اسم خاطره. بعد خاطره به من گفتش که برو دبی باش اونجا کار کن. یه تایمی به من گفت از اینکه 20 روز تا 23-24 روز اونجا میمونی، کار میکنی باشون، کار مدل انجام میدن، عکاسی میکنن. بعد توضیحات کامل دیگه برای من نداد، گفت برو. من خیلی نگران بودم، میترسیدم. گفتم کارشون چه؟ گفت من نمیدونم، کارشون کار مدلینگ. دو تا بشناسی اون دو تا، 5 تا میشناسن، 5 تا 10 تا میشناسن، تو یه ما میتونی 1000 تا پیدا کنی. از زمان اقبال تا اعزام تنها چند روز طول می کشد. گفت که عکس پاسپورتتو برای من بفرست. من عکس پاسپورتمو گفت این مدارکی که بهت میگم برام بفرست.
عکس پاسپورتم و شناسنامه و کارت ملیم و اینا عکس مدرکی که اون گفته بود و بهش فرستادم با یه عکس 3x4. بعد گفت که من خودم برات ویزاتو صادر میکنم، برات بلیطت هم میگیرم. ویزایی که گرفته بودن یه ویزای سوری بود با واسط. یه هفته بعدش رفتم. دوستای من شرکت دارن، توریست کمپنی دارن، میتونن ویزا باز کنن، کارشون اینه. افرادی که زمینه‌های لازم را دارند و طمع در وجود آنها فعال شده، توسط این باند شناسایی و بلافاصله با انجام هماهنگی‌های لازم به خارج از ایران اعزام می‌شوند. منو شهر الان دو تایی با هم داریم می‌ریم، اقامه‌ی آخرمونه. خیلی یکی داریم می‌ریم اینجا فرودگاه داریم می‌ریم. دیگه نمی‌ریم. تلگرام یا اینستام بی تأثیر نیست. حالا فضای مجازی چون خیلی از دوستا چشم هم چشمی میکنن، میبینن عکس همو، یا مثلا فلانی داره اون کارو میکنه تو هم بیا. دخترایی بودن که شاید تو این شبکه به عنوان مدیر جذب شدن، چندین سال مشغول کار بودن و دخترایی هم بودن که وارد این شبکه میشدن با رویای این که به اون زندگی تجملاتی که جذب کننده های این دخترها برای اینا ترسیم میکردن برسن. سفر به ظلمت. آنها در ابتدای ورود به مقاصدشان راهی هتل های لوکس میشوند، اقامتگاه های شیک و پرزرق و برقی که در واقع باتلاق های عمیق و خطرناک هستند. سوء استفاده از عکس و تصاویر گام اولی است که افراد را راهی گردابی تلخ می کنند. بهش گفتم که این عکس ها رو کجا میذاری؟ بعد به این گفت که ما یک سری مجله و اینا داریم که برای مود ما میذاریم عکس ها رو تو مجله و اینا. بعد بهش گفتم که یعنی چی؟ هیچ جای این عکس ها؟ گفت نه ما این عکس ها رو هیچ جا نمیذاریم، هیچ که این عکس ها رو نمیبینه. برای ما میگفتن هرچی عکستون اونجا ما گفتم برهنه تر باشه بیشتر در میاریم، بیشتر مشتری میاد. ولی تو تایمی که اونجا هستیم فقط اون عکس ها هست و اصلا تو ایران نباز میشه، تضمین کرده بودن که باز نمیشه و هیچکی نمیتونه ببینه که آدرس سایت و فقط مشتری هاشون ده. الیس عکس ها کجا گذاشته شده؟ توی سایت یه جایی هستش، ایرانی که نمیبینه. یکی از بچه ها این عکس ها رو برام فرستاد، گفتم من نیستم. صبح یه عکس دیگه فرستاد، گفت این چین که دیگه قشن تابلوه توی چرا چرت و پرت میگی، مامان بلاکش کردم ولی اینجا صورتم احساس کنم معلومه. هیچ کدوم از ماها نمیدونستیم که عکسامون تو سایت خارجیه و الان داریم توی شبکه های اجتماعی عکس نمیدونم ما داره پخش میشه. هیچ کدوم از ماها نمیدونستیم. موقعی که یارو میرسه تو هر مملکت دیگه، این بزنسمن یا هرکی، ولی همیشون میره ماسکو، میره پاریس، میره دبی، میره مالزی، میره نیویورک، زنگ میزنن، بوکینگ میگیرن برای یک روز، سه روز، یه هفته، یه ساعت، بستگی داره. پول تایمشو میداد. حالا هر اتفاقی که میفته تو این تایم که تو همه کشور رو میفته. اینقدر منو بد زده که الان عکسشو واسه ساناز فرستادم، واقعا عشق منو در آورده. من نمیدونم اینو از کجا پیداش کردیم، ولی هیچ اجازه نمیدم که یه مشتری اینجوری منو بزنه. نه من مشتری اینجوری بهمون بزنه واسه 100,000 تومن 200,000 تومن. خودمو مثلا شده بود خیلی زده بودن. ما میومدیم مثلا به منیجرمون که بتسا بود میگفتیم که مثلا منو زدن، من الان اذیت شدم. حتی این میگفت مشکل خودتونه، ما نمیتونیم به مشتریامون چیزی بگیم. خونم اومدم واسه این دختر قرص بگیرم، یارو گفت مشکلش زیاده باید برید کلینیک، من قرص نمیدم. بعد دبی اومدم رفتم دکتر آزمایش گرفتم، جوابش تازه اومده. اصلا دارم دیوونه میشم، یعنی هرچی همون پولی هم که دروردم باید بدم درمان. انقدر حالم خرابه که باورت نمیشه. قصه زمانی تلختر میشود که مسئولین این شبکه مخوف برای جلوگیری از فرار دخترانی که تازه متوجه شدند در چه شرایطی قرار گرفته اند، مدارک آنها را ضبط و با تهدیدهای وحشتناک باعث رعب و وحشت آنها میشوند. موقعی که میخواستم برگردم، چون من با سوفیا دعوام شده بود، پاسپورت منو گرفته بودن.
من بهشون اونجا میگفتم من ازت شکایت میکنم تو دبی که داری این کار میکنی، سوء استفاده میکنی، و اون خیلی ترسیده بود. به صوفی گفتم من ازت شکایت میکنم، من میام اینجا پایین ازت شکایت میکنم، میگم من اینجا زندگی کردی، به زور منو نگه داشتی. صوفی میگفت که مگه دست خود شهره، تو از اینجا نمیتونی بری بیرون، ما یه آدمایی رو داریم، بادیگارد داریم اینجا که نمیذارن تو این کار رو بکنی، تو بعد این تا این تاریخی که ما گفتیم اینجا بمونی، تنها راه تامینه که به حرف من گوش بدی. به من گفتش که مثلا اینقدر تو عصبانی و مثلا ناراحتی و اینا، این پروسه رو مثلا بخور. بعد به صوفی من گفت راحت خوابیدی، هیچی متوجه نشدی، دیدی چه قرص خوبی بهت دادم. ولی من نمیدونم که توی اون تایمی که من خواب بودم، چون من هیچی متوجه نشدم که بابا چه اتفاقی افتاده و چی کار کردم. یک بار من پاسپورتمو تونستم بردارم از دست اینا، برم یه هتل جدا گرفتم، وسایلامو شبونه برداشتم بردم از جایی که اینا بودن. اینا اومدن دوباره رو اسکایپ شروع کردن صحبت کردم و من نمیدونم آدرس هتل رو به زور ازم گرفتن، اومدن دوباره بشینن با من صحبت کنن و اینا، حتی تهدیدم کردن اونجا. رده چاقو هست پشتم، خود الکس، شخص الکس چاقو گذاشته بود پشت کمر من که اگه تو برنگردی، اگه چیز نکنی میکشیمت همینجا. اما پیگیری های برخی از فریب خوردگان و بررسی های فنی و پلیسی، رد پاهای اولیه از مدل فعالیت این باند را مشخص میکند. یکی از دختران این شبکه قصد جدایی از این شبکه رو داشته، ولی مورد تهدید مدیران شبکه و خود الکس قرار گرفته بود. با تحقیقات 3 ساله و بررسی‌های مداوم، سرانجام سرکرده این شبکه مخوف در مالزی شناسایی و به ایران برگردانده می‌شود. این شاید سوال باشه که چرا انقدر طولانی شدیم، به دلیل اینکه برخی از اعضای این شبکه سال 95 که تبلیغات میکردن تو فضای مجازی و دخترها رو از طریق فضای مجازی حالا جذب این سیستم خودشون میکردن، شناسایی شدن و دستگیر شدن، و این باعث شد که شهروز سخنوری که در کشور مالزی اقامت داشت بیش از 1 سال به یک از کشورهای دیگه فرار کرده بود و تا بخواد مجددا برگرده و شروع کنه در واقع مخفی شده بود. من منطقی منجوریه، حالا میخواین شما بگیم فساده فلانه. تو این پرونده موردایی داشتیم که خب خانوادهی بعد از مطلع شدن از اینکه فرزندشون توی چه دامی افتاده، موردی داشتیم که پدرشون فوت کردن، و یا حتی موردی داشتیم که یکی از دخترهای این شبکه برای اینکه جذب این شبکه بشه دنبال عمل جراحی بود برای خودش و زیر عمل جراحی هم فوت کرد. اما سرانجام این طمع و سودجویی های کثیف مشخص است. برای دختران و زنان فریب خورده حسرت و حقارت، و برای مسببین اصلی مجازات های سنگین و پشیمان کننده.